ویروس همگیر کرونا که میراثش را در پایان سال 2019 برای سال 2020 بر جا گذاشت، اینک این میراث را با همه دردهای آشکار و نهانش به سال 2021 تحویل میداد و همچنان تأثیر مخرب خود را بر همه چیز میگذارد، از جمله بر بازار انرژی کشورها، چه اون کشورهایی که انرژی تولید میکنند و به دیگران میفروشند و چه اون دیگرانی که آن را میخرند. این تأثیرها و اونچه در سال جدید میلادی در پیش روی بخش انرژی کشورهاست را در این برنامه به عبارت دیگر با یکی از برجسته‌ترین متخصصان حوزه انرژی بررسی میکنیم. فریدون فشارکی مدرک دکترایش را در رشته اقتصاد در سال 1974 از دانشگاه ساری در جنوب انگلستان دریافت کرد. موضوع تز دکترایش صنعت نفت ایران از سال 1901 تا 1971 بود و از آن زمان تا به حال مسئولیت‌های مهمی در حوزه انرژی در کشورهای مختلف بر عهده داشته و امروز یکی از تحلیلگران و مشاوران شناخته شده در حوزه انرژی در جهان است. او بنیانگذار و در حال حاضر مدیر مؤسسه فاکس گلوبال انرژی است. آقای فریدون فشارکی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. متشکرم. آقای فشارکی، شما بیش از 45 ساله که در حوزه انرژی دارید کار میکنید، یکی از پرتجربه ترین متخصصان این حوزه هستید. آیا بازار جهانی انرژی تا به امروز به این وضعیت، به این دوچار چنین مشکلی بوده بر اساس تجربه شما؟ البته از نقطه نظر افت تقاضا همچین چیزی بی سابقه است، چون امسال در دنیا 8 تا 9 بیلیون بشکه در روز تقاضا از بین رفته. در گذشته ما بزرگترین مشکلی که داشتیم افت تقاضا 2 تا 3 میلیون بشکه در روز بوده. بنابراین این از نقطه نظر این که این افت اینقدر بزرگه که بی سابقه است، همچین اتفاقی در بازار تا نیفته بوده. البته آژانس بین‌المللی انرژی هم میگه که دقیقاً بازار انرژی هرگز به این اندازه به هر افت نکرده. آیا این صرفاً به دلیل پاندمی ویروس کرونا است یا اینکه عوامل دیگه‌ای هم مؤثر بودند؟ در افت تقاضا فقط کرونا است. یعنی ما انتظار داشتیم که تقاضا رشد بکنه امسال و حداقل 1-2 میلیون مشکل در روز بالا بره و در عوض در حدود 8 تا 9 میلیون بشکه پایین اومده. اینه که این 100% به خاطر تقاضاست. خب حالا در ماه آوریل گذشته بعد از رقابت‌های شدیدی که عمدتاً بین روسیه و عربستان سعودی بود، به هر حال کشورهای عضو اوپک و همپیمانانشون موسوم به اوپک پلاس بالاخره به این توافق رسیدن که نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز به هر حال کاهش بدن از تولید که بتونن جلوی افت قیمت رو بگیرن. حالا با توجه به اینکه مصرف جهانی نفت تقریبا حدود 100 میلیون بشکه در روزه، این 10 میلیون واقعا مؤثر بوده؟ بله خیلی مؤثر بوده. اگر اوپک پلاس الان این کاری که توافق کرده بود انجام نمیداد، قیمت نفت 10-12 دلار بیشتر نبود. بنابراین 100% این اوپک پلاس خیلی موفق بوده و اینها کاری که کردن برنامه‌اش این بوده که اول در حدود 10 میلیون 9-7 میلیون بشکه کم بکنن، بعد این 9-7 میلیون بشکه شده 7-7 میلیون بشکه و حالا اول ژانویه قراره بشه 5-7 میلیون بشکه و اینها بعد تصمیم بگیرن که آیا این رشد تولید رو اجازه میدن انجام بشه یا اینکه میخوان همونطور تولید پایین تر بمونه. ولی بدون اوپک پلاس بازار کاملا در سقوط عجیب و غریب می بوده.
البته اوپک الان که داریم با هم صحبت میکنیم قراره که به اصطلاح اوپک پلاس جلسهشون برقرار بشه و باز دوباره تصمیم جدید بگیرن، که البته تا زمانی که ما این مصاحبه رو پخش میکنیم به هر حال نمیدونیم، ممکنه هم به توافق برسن دوباره یا اینکه نرسن، ولی به هر حال شما میدونید اختلافات زیادی در داخل اوپک هست که معمولا توافق رو یه خود دشوار میکنه. ولی اصولا تاثیر پاندمی کرونا جناب فشارکی بر بازار نفت خاورمیانه به طور مشخص چطور بوده؟ ببینید اینجا این توافق اوپک پلاس توافق دو سال است و خیلی از تولید کنندگان نفت خسته شدن از این موضوع، اینا طاقت دو سال ندارن، این باید تو آوریل 2022 ادامه داشته باشه و اگه اینها نتونن این ادامه رو این توافق ادامه بدن دوباره قیمت نفت سقوط میکنه. وقت در این بازی در خاورمیانه خب بازیکنان بزرگ هستن که اول عربستان هست که به اصطلاح لیدر این اوپک هست و بعدش هم دست راستش امارات متحده عربی به خصوص ابوظبی هست و دست چپش کویت هست. حالا دست راستش که امارات متحده عربی هست، اونها از این موضوع شکایت دارن و راضی نیستن، نمیخوان دیگه زیر سایه عربستان باشن، میخوان خودشون دست مستقل بگیرن و تهدید میکنن که اگه به ما اجازه حرف زدن ندید و به ما یک نقش مهمتری ندید ممکن از اوپک بیایم بیرون. اینه که از این لحاظ اثراتش روی خاورمیانه خیلی خیلی بزرگ بوده، چون که این به صورت توافق همیشگی بین این سه تا کشور الان در خطره. وقت در ایران چطور؟ ایران که البته دچار فشار مضاعف تحریم ها هم بوده، قاعدتا بایستی تاثیرش خیلی شدیدتر بوده باشه. بعد در ایران خب به حسرت درآمد نفتی قطع بوده البته و این میزان صادرات 200,000 بشکه در روز بیشتر نیست و البته فراورده بیشتر صادر میشه، نفت کوره صادر میشه، اینها همشون صادر میشه خارج از تحریم و خیلی وقتا با مدارک کشورهای دیگه مثل عراق یا عمان، ولی فشار رو ایران خیلی زیاد بوده. البته در بودجه که ایران اعلام کرده اخیراً برای سال آینده، آینده ایرانی یک تولید خیلی صادرات خیلی بیشتر 1.5 میلیون بشکه در روز صادرات پیش بینی کرده که شاید اینها با امید به توافق با آقای بایدن باشه، ولی در حال حاضر به جز توافق سیاسی این صادرات اتفاق نخواهد افتاد. ولی اخیراً رسانه‌های آمریکا اعلام کردند که اینا که به هر حال اون تحریم 100% خیلی هم موثر نبوده و موفق نبوده و ایران تونسته تا 1.5 میلیون بشکه نفت صادر بکنه، اگه این درسته چطور تونسته این کار بکنه؟ نه این غلطه، اشتباهه. اینها چون بعضی وقتا اشتباه میخونن، اونا که الان رسانه های امریکا نیستن، اینها یه تانکر ترکر هستن که اینا که تانکر نفت دنبال میکنن و بعضی وقتا اینها چند تا اشتباه بزرگ میکنن که من جمله اینه که نفتی که میره برای ذخیره سازی فکر کنن که اون صادر شده، ولی اون نفتی که وارد کشورها میشه تکلیفش روشنه. کسی با علم به این که این نفت ایرانی هست نفت ایران رو نمیخره، به خاطر اینکه هر شرکتی که بخره در بازار بورس جهانی باشه تحت تحریم امریکا قرار میگیره و عواقبش خیلی خیلی وخیم خواهد. اینه که نه چینی ها، نه هندی ها، نه همه اونا که بعضی وقتا مخالفت میکنن با دولت امریکا، در عمل تحریم رو کاملا بهش احترام گذاشتن. خب حالا با روی کار اومدن آقای جو بایدن در امریکا، اولا شما چقدر امیدوار هستید که امریکا به برجام برگرده و تحریم برداشته بشه و ایران بتونه نفتش رو به طور مجاز صادر بکنه به همون بر اساس اون طوری که بودجه بندی کرده؟ خب این دو تا موضوع هست، یکی اینه که زمانش هست که این آیا فردا اتفاق میفته یا پس فردا یا ژانویه فوریه یا مثلا یه زمان طولانی
در آینده. اینه که من نمیبینم که اینها با دولت فعلی ایران بتونن توافق بکنن، برای اینکه سب خواهند کرد که با دولت جدیدی که در ایران خواهد اومد بعد از انتخابات مذاکره کنن. به نظر من دید اینها اینجور هست. و از طرف دیگه خود آقای بایدن هم خب سر شلوغه، باید بیا تمام خرابکاری های آقای ترامپ رو یک یک برعکس بکنه. این خودش زمان میگیره و شاید در 7-8 ماه اول کارش اولویتش رو ایران نباشه. بنابراین من میبینم که فرض کنید که پاییز آینده ممکنه که زمانی باشه که بتونن راجع به این موضوع جدا صحبت بکنن. و اینها دو تا یا سه تا امکان داره. یکی این که بیان بگن آقا ما میاییم برمیگردیم دقیقا به اون برجام و تمام تحریم رو برمیداریم. این به نظر من امکانش خیلی خیلی کم هست، چون که الان مشاورین آقای بایدن اومدن حرفای آقای ترامپ رو تکرار کردن، گفتن باید برنامه موشکی را متوقف بشه، باید ایران سربازاش از عراق و سوریه بیرون بیاره. یعنی یه مقدار زیادی همون حرفا رو تکرار کردن که به نظر من اینها برای ایران قابل قبول نیست. و به نظر من اینها یه توافق کامل بهش نمیرسن، بلکه باید یک نقطه مشترکی بهش برسن، یک توافق نیمه کاره به اصطلاح، که این فعلا در جریان باشه تا اینکه اون توافق بزرگ در آینده شاید عملی باشه شده عملی نباشه. و اون به نظر من یک اجازه صادرات هست معادل همون مقداری که زمان آقای اوباما بوده، 1,000,000 بشکه در روز صادرات نفت خام. در زمان آقای اوباما میعانات گازی تحت تحریم نبوده و فراورده هم تحریم نبوده و پتروشیمی هم تحریم نبوده و گاز هم تحریم نبوده، فقط نفت خام تحریم بوده. اینه که امکان داره که اینها برگردن درست به همون چیزی که در اون آقای اوباما بوده و اجازه بدن که ایران 1,000,000 بشکه در روز صادر بکنه و ایران میتونه خب چند صد هزار بشکه در روز هم میعانات صادر بکنه در این حالت و فراورده به خصوص بنزین. بنابراین میزان صادرات ایران شاید 2-3 برابر فعلی بشه و این توافق به اصطلاح نیمه کار است که این بهش برسن تا اینکه بحث بکنن که ببینن که آیا یک توافق کلی عملی هست یا نه. خب حالا اگر که احیانا بخوان وارد مذاکره بشن برای یک توافق کلی، نه توافق به قول شما نیمه کاره، اون وقت شما فکر میکنین که از ایران چه خواهند خواست که چه کار بکنه؟ الان گفتن چی میخوان از ایران، هر کسی که میخوان یه مقدار زیادی شبیه به چیزهایی است که آقای ترامپ میخواد، که اینها میخوان برنامه موشکی ایران متوقف بشه، اینها میخوان از لحاظ البته برنامه اتمی ایران برگرده به جای اول خودش که بوده و الان که شما دیدین که مجلس تصویب کرده که تو 20% باید بشه، یعنی اینها باید برگرده به دقیقا به جای اول خودش در برجام و برنامه موشکی متوقف بشه و ایران توافقی بکنه که یه مقدار زیادی عملیات خوش در کشورهای مثل عراق و سوریه کم بکنه، که به نظر میاد که این کارها برای ایران قابل قبول نیست. حالا توصیه شما به مقامات ایران چیه جناب فشارکی؟ بالا باید این وارد موضوعات سیاسی میشه که حرفه من نیست. در موضوعات سیاسی اگر ایران میخواد به دنیا کار بکنه باید یه مقدار زیادی توافقاتی بکنه که بقیه دنیا میپذیرن. و در حال حاضر اینی که من میخوام کار خودم بکنم و گهگاهی این حرفایی که در ایران میشنویم، مثلا اگر شما به حرفای مجلس گوش بکنید یا به حرفای سری روزنامه های راستگرا که اینا اصلا میگن توافق نکنیم، ما لازم نداریم و خودمون میکنیم و همه کار از دست خودمون در میاد، حقیقت اینه که دنیا داره نگاه میکنه که تقاضای نفت و 15 سال دیگه میرسه به یک حد اکثر و سقوط میکنه و اونهایی که نفتشون تولید نکردن نفتشون برای دست خودشون میمونه برای ابد، یعنی کسی نمیخره ازشون در آینده. اینه که این هر قدر این زمان بیشتر طول پیدا بکشه و ایران صادراتش عقب بیفته، این یک ضرر عجیب و غریبی به ایران خواهد زد، چون که اینی که فکر میکنن که در آینده نفت خریدار داره این بحث اشتباهی است. نفت در آینده خریدار نداره.
نه برای ایران، نه برای عراق، نه برای عربستانی، که همه میخوان تون تون تولید بکنن و بفروشن، چون که میترسن این نفت دستشون بمونه. من میدونم شما به اقتضای کار و تخصصتون با مسئولان انرژی و وزرای نفت کشورهای مختلف به خصوص ایران در تماس بودید و هستید و به ایران سفر میکنید. حتما این توصیه ها رو به مقامات ایران کردید. اگر کردید واکنششون چی بوده؟ معمولا چی میگن به شما؟ حالا در مقامات نفتی در ایران در سطح بالا خیلی آدم های فهمیده و واردی هستند. یعنی آدم هایی هستن که دقیقا میدونن در دنیا چه خبر هست و چه کار باید کرد. منتها یه سری اینها مشکلات سیاسی هست که در سطح رهبری باید تصمیم گرفته بشه و اینها مقامات نفتی کاری نمیتونن بکنن، یا مثلا مجلس کاری نمیتونه بکنه. این بعد در سطح رهبری تصمیم گرفته بشه که ایران میخواد چه کار بکنه. این تصمیم سیاسی هست و اون تصمیم سیاسی روی همه چیز اثر خواهد گذاشت. در حال حاضر تصمیم سیاسی هست که ایران در برنامه موشکیشو پیش ببره و در کشورهای مختلف دیگه هم دخالتش رو ادامه بده. کسی حاضر به قطع دخالت نیست. در این شرایط این وضع همینطور میمونه، ممکنه سالهای سال دیگه همینجور بمونه. آها. شما در گذشته جناب فیشرکی بارها بر یکی دو یا چند نکته در واقع در خصوص صنعت ایران به طور کلی و صنعت انرژی به طور اخص تاکید کردید. یکی لزوم سرمایه گذاری خارجی است. ایران چطور میتونه سرمایه داران خارجی رو جلب کنه؟ آیا لازمش یک تغییر بنیادی در سیاست خارجیش نیست؟ همون هست. ببینید در صنعت نفت گفتم که مقامات از مدیرای شرکت نفت، وزیر، اینها آدمایی هستن خیلی فهمیده و وارد. یعنی چیزی به اونا نمیتونم بگم که ندونن، خودشون میدونن همه چیزو. ولی اون یه تغییر بنیادی لازم هست، اگر نه این میمونه همینجور و این درآمد سرشاری که از نفت میاد همینطور در زیر زمین خواهد بود. و اینکه الان میبینید که مثلا امارات متحده عربی داره در اوپک شروع میکنه که آقا من میخوام بیشتر صادر بکنم، اون میخواد تولیدش رو از ظرفیتش از 3.5 میلیون بشکی برسونه 5 میلیون بشکی و صادر بکنه. چون میگه که من این زیر زمین نگه دارم، بعد رو دستم میمونه، نمیخوام، میخوام صادر بکنم. همه میخوان صادر بکنن، چون حتی به قیمت پایین تر، چون میدونن که این بحثی که در ایران میکردن سابقه اینو نگه دارین و آینده برای آینده بفروشید و این به درد آینده میخوره و اینها بحثی هست که الان ثابت شده که درست نیست. چون که بالاخره یا بین 2030 35 37 40 در اون زمان تقاضای نفت 100% میرسه به حد اکثر و شروع به سقوط میکنه و اون کسی که نفتش رو تولید نکرده از قافله عقب میمونه. حالا موضوع دیگه ای که شما تاکید کردید اینه که ایران برقرار نباید نگاهش متمرکز اروپا بیشتر بکنه، بلکه نگاهش باید به طرف شرق و به خصوص چین باشه. چرا این حرفو میزنید؟ خب ببینید، در اروپا تقاضای نفت 2006 به حد اکثر رسیده و 2006 تا حالا رو سقوط میکنه. یعنی تقاضای نفت در اروپا بالا نمیره، فقط پایین میاد و الان هم که به خاطر کرونا یه سقوط بزرگتری کرده، چون موج دوم فقط در اروپا است، موج دوم در بقیه دنیا نیست. در چین مثلا الان تقاضای نفت تقریبا برگشته به جای قبل از کرونا، به جز در مورد بنزین هواپیما. بنزین هواپیما سفرات داخلیشون برگشته 100% قبل مثل سابق، ولی سفرات بین‌المللی هست که قطع هست. اینه که در آسیا تقاضا به سرعت داره برمیگرده و با این واکسیناسیون که پیش میاد یه تغییرات اساسی در تقاضا اتفاق خواهد افتاد. مثلا ما فکر میکنیم که در دنیا این 8 میلیون بشکه 9 میلیون بشکه امسال سقوط میکنه، سال دیگه 6 تا 7 میلیون بشکه بالا میره تقاضا و تا سال 2022 ما برمیگردیم به سال 2019. ولی اینها همش روی پشت اقتصاد قوی آسیاست. اینه که اونجا باید هدف باشه و چین، هند و بقیه کشورهای آسیایی اینها هستن که رشد هستن. در اروپا رشد نیست. در امریکا هم که زیر نظر آقای بایدن 100% رشد نخواهد بود.
یعنی اینها همه در حال سقوط هستند، یا آهسته سقوط میکنند یا به سرعت. ولی کسی که امکان بالا رفته تقاضا در اروپا و امریکا نیست، فقط در آسیاست. حالا یه موضوع دیگه ای هم که شما صحبت کردیم، مسئله لزوم بهبود روابط ایران و عربستان سعودیه. طبیعتاً این موضوع به نفع نه فقط این دو کشور، بلکه به نفع تمام منطقه است اگر این اتفاق بیفته. ولی در حال حاضر حتی امیدواری به کاهش تشنج بین این دو کشور خیلی کمه، تا چه برسه به بهبود روابط. کاملاً. ببینید، در دنیای نفت مثلا وزیر نفت عربستان با وزیر نفت ایران خیلی ارادت داره و احترام میذاره، یعنی اینا در دنیای نفت به هم دیگه خیلی احترام میذارن. منتها این چارچوب ساختار سیاسی هست که این چارچوب ساختار سیاسی باید حل بشه در سطح خیلی بالای مملکت، خیلی بالاتر از وزرا. اینه که تا اون وقتی اون حل نشه، این امکان رابطه خوب نخواهد بود. اگر خاطرتون باشه، وقتی که آقای هاشمی رئیس جمهور بود، اون رابطه رو با عربستان خیلی نزدیک کرده بود. این امکانش هست، اونا هم دلشون میخواد که رابطه نزدیکتر بشه، ولی الان ترس دارن، اینقدر ترس از ایران دارن که حاضرن برن با اسرائیل رفیق بشن که از خودشون کسی داشته باشه از خودشون دفاع بکنه. ولی همونطور که عرض کردم، این موضوع ساختار سیاسی است که تصمیمات باید در سطح بالا گرفته بشه، خارج از دنیای نفت است. بله. حالا در مورد اوپک جمع فشاره که الان توافقی که پیشتر در موردش صحبت کردیم که حاصل شد در آوریل گذشته و بین به اصطلاح کشورهای اوپک و متحداشون اوپک پلاس، آیا این یک فکر میکنید یک توافق مقطعی و زودگذر و اثر ناچاری بود، یا اینکه میتونه این یک توافقی باشه که کمک به تقویت اوپک و ماندگاری اوپک بکنه؟ میگم که اوپک یه سازمانیه که وجودش خیلی لازمه، و اونهایی که میگن زمانش گذشته اوپک لازم نیست و مهم نیست، اینا کاملا اشتباه میکنن. اوپک خیلی مهمه و لازمه، و اینقدر لازم بود که رئیس جمهور امریکا تلفن زده به عربستان که آقا اوپک بیاد این کار انجام بده. یعنی بی سابقه بوده که رئیس جمهور امریکا از اوپک بخواد که عملی انجام بده، مثل کم کردن تولید که بتونه قیمت نفت رو تقویت بکنه. اینه که اوپک خیلی مهمه، منتها در دنیای اوپک اگر قیمت نفت پایین باشه و قیمت پایین بره، همه اوپکی با هم جمع میشن، سعی میکنن به هم دیگه کمک بکنن، همکاری بکنن. اگر قیمت نفت بالا بره، اوپکی ها میرن دنبال کار خودشون، کسی دیگه گوش نمیکنه به حرف اوپک. اینه که این به عنوان یک چیزی که دائما کار بکنه باید بهش نگاه نکنیم. قیمت نفت تا زیر 50 دلار که هست، همه اعضای اوپک بالاخره با تمام شکایتاشون بالاخره توافق میکنن و کاری که اوپک بخواد انجام میدن. ولی قیمت نفتش 60 دلار 70 دلار شد، یه مرتبه هر کسی میره دنبال کار خودش، دیگه توجهی به حرفای اوپک نمیکنه. اینه که اینها مقطعی هست از لحاظ اینکه در زمان بحران فقط وارد کار میشه، ولی در زمانی که بحران نباشه کسی به اوپک احتیاج نداره. ولی در مجموع علت این بدبینی نسبت به اوپک اینه که اولا اختلاف نظر در داخل اوپک خیلی زیاده، و بعدش قطر مثلا خارج شده از اوپک، و زمزمه‌هایی هست که امارات متحده عربی هم ممکنه خارج بشه. به همین دلیله که ممکنه بعضی ها فکر کنن که به هر حال عمر 60 ساله اوپک رو به پایانه. اصلا که دنیای نفت وقتی به حد اکثر رسید، به هر صورت اوپک و اینها لازم نیست. ما در هر صورت 60 سال اوپک رو داشتیم، در 15 سال دیگه هم خواهیم داشت. ولی وقتی که دیگه رسیدیم به 2035-36 تقاضای نفت رسید به حد اکثر، شروع کرد به سقوط کردن، دیگه من فکر نمی‌کنم اوپک بتونه کار زیادی انجام بده. ولی امکان این که امارات متحده عربی از اوپک خارج بشه به نظر من صفره. اینا مانور سیاسی است برای گرفتن آوانس. یعنی اگر امارات متحده عربی از اوپک خارج بشه، این کمر اوپک رو میشکنه. قطر یه تولید کننده خیلی کوچیک بوده در بازار، 800-900 هزار بشکه تولید میکرده، و اون هم به هر صورت در گذشته دنبال حرفای اوپک نبوده، کار خودشو میکرده. اینه که خروج قطر از اوپک کاملا بی اهمیت، ولی خروج امارات متحده عربی از اوپک کمرشکن خواهد بود که به نظر من 100% انجام نمیشه،
و اینها فقط برای گرفتن آوانس هست. ولی این به هر صورت نگاه که میخوایم بکنیم، دنیای نفت و دنیای اوپک داره میرسه به یه زمانی که دیگه اون اهمیت سابقشون نخواهد داشت دیگه. برای آدمایی مثل من که این همه ساعت این موضوع کار کردم، این خیلی غم انگیزه که نگاه بکنی ببینی که دنیایی که روش کار کردی به هر صورت رشدش متوقف میشه و سقوط خواهد کرد. درسته، ولی به هر حال زمان ایران به عنوان بنیانگذار اوپک به هر حال نقش و نفوذ بسیار مؤثری در اوپک داشت. حالا شما نقش و نفوذ ایران رو چطور می‌بینید در اوپک؟ البته ایران و ونزوئلا جفتشون دو تا بنیانگذاران اساسی و خیلی با نفوذ بودن که جفتشون کاملا نفوذشون از دست دادن و به هر صورت تبدیل شدن به کسی که فقط میشینه تماشا میکنه، نقشی در هیچ چیزی نخواهد داشت. اینه که نفوذ ایران متاسفانه از بین رفته. با این حال ایران نمایندهش در اوپک نقش موثری بازی میکنه، به اصطلاح میگن گاورنر ایران در اوپک، وزیر نفت ایران مورد احترام همه هست، ولی وقتی که تولید نمی کنی نقشی نخواهی داشتی. این تا تحریم امریکا تحریم هست که کمرشکن هست و اجازه نمیده صادراتو، و این هم به برداشتش هم به طور کلی هم تو که عرض کردم خیلی بعیده یه چیزهای نیمه کاری باید انجام بشه. بسیار خوب جناب فشارکی، بر اساس اونچه که ما در جریان مبارزات انتخاباتی آقای بایدن دیدیم که ایشون قراره که به توافق پاریس برگرده و تاکیدش هم در حوزه انرژی بیشتر کم کردن تولید انرژی فسیلیه و همینجور سرمایه گذاری بیشتر بر انرژی بازیابنده است و ما میدونیم که طی سالهای اخیر هزینه انرژی بازیابنده هم در دنیا مرتب رو به کاهشه و داره ارزونتر تموم بشه که اون نوع انرژی تولید بشه. بنابراین پیشبینی شما برای انرژی فسیلی در سالهای آینده چیه؟ بله، همونطور که فرمودید این آقای بایدن امریکا رو که از به عنوان یه بازیکن خیلی عظیم از این بازار خارج شده بود داره برمیگرده به این بازار و این موضوعات محیط زیستی میشه دوباره در یکی از اولویت هاشون و این به سقوط تقاضا در دنیا و به خصوص در امریکا خیلی کمک خواهد کرد و این آوردن انواع اقسام انرژی های نو خیلی مهمتر خواهد شد. اما توجه ما باید باشه که ما تمام این انرژی های نو که الان راجع به صحبت میکنیم همه اینها برای تولید برق هست. هنوز برای تولید انرژی که بتونه به برای رفت و آمد برای ماشین ها و به خصوص برای این انواع اقسام این تراک های مختلف بتونه، ماشین تراک های بزرگ بتونه که مواد مختلف رو به سطح خیلی بزرگی حمل و نقل کنه، اینها الان هنوز براش جانشین نداریم. حالا موضوع انرژی برقی برای تولید و استفاده در ماشین، این الان خیلی مد هست و روی صحنه اومده. الان امریکا وارد این موضوع نشده هنوز، ولی مثلا انگلیس گفته که از 2030 ما دیگه اجازه نمیدیم که یک ماشین 100% بنزینی وارد بازار بشه. اینها رو بیشتر کشورها این نوع سیاست رو دنبال میکنن و سعی میکنن که این تقاضا پایین تر بیاد. اما در آسیا هنوز این اتفاق نیفتاده. در آسیا که محل اصلی تقاضا هست هنوز تقاضای برای بنزین قوی اینه که آینده نفت آینده هست که به هر صورت به یک حد اکثر میرسه و سقوط میکنه، ولی سقوطش خیلی آهسته خواهد بود. آیندهش تا 2050 هنوز هست، ولی نه به عنوان یک فراورده یا یک نوع
نوع تقاضایی که رشد بکنه، این رشدش متوقف خواهد شد، فقط ثبوت خواهد کرد ولی از بین نمیره. نفت خیلی چیزی سازمان عظیم و بزرگی است. 100 میلیون بشکه در روز الان ما استفاده میکنیم، الان در سال 2020 رسیده به 92 میلیون 91 میلیون، باز هم تو سالهای آینده این میرسه به سال 10 میلیون 115 میلیون بشکه در روز تقاضا و بعد از اون شروع میکنه به سقوط کردن و احتمالا برمیگرده به 100 میلیون بشکه در روز تو سال 2050. یکی صنعت از بین نمیره، منتها رشدش از بین میره. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای فشارکی از حضورتون در برنامه به عبارت دیگر. یک دنیا ممنون شما.